سلام، شبتان بخیر. با 30 دقیقه خبر از یک خوش آمدید. امروز جمعه 17 دلوه سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 7 فوریه سال 2014 میلادی. سرخط خبرها. از کمبود پول تا هشدار از تقلب، کمیسیون شکایت های انتخاباتی هشدار می دهد در صورتی که پول لازم در اختیار این کمیسیون قرار نگیرد، انتظار یک انتخابات شفاف را نباید داشت. هزینه ای که مد نظر هست کفایت نمی کنه که در این قسمت هم ما در حال مذاکره هستیم. کرزی شریک خوب نیست. مصرف پول و حضور نظامی هیچ چیز را در افغانستان تغییر نداده است. از قطعنامه گروهی از سناتوران آمریکایی با باراک اوباما، افغانستان را باید ترک کنیم. دگروال خارجی در اسارت طالبان، طالبان این را بزرگترین دستاورد در عملیات لغمان می دانند. دغه جی پی اس دا چې یو بل سره داسې وصل شي نو بل د تیارې سره تماس نه پیدا کوي. در پای برفباری های اخیر در کشور دست کم 20 تن جان باخته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. و ایران برنامه غنیسازی یورانیوم خود را متوقف نخواهد کرد. من جمال ناصر فرهمند هستم با مجموعه خبر این ساعت. کمیسیون شکایت های انتخاباتی هشدار می دهد که اگر پول لازم در اختیار این کمیسیون قرار دادن نشود، نباید شفافیت و جلوگیری از تقلب را در انتخابات پیشرو انتظار داشت. دبیر کمیسیون شکایت های انتخاباتی تاکید می ورزد هزینه ای که از سوی جامعه جهانی و حکومت برای پیشبرد این روند در نظر گرفته شده است اندک است و این معضل سبب کندی کار این کمیسیون خواهد شد. کارزارها نیز آغاز شد و رفته رفته فاصله تا برگزاری انتخابات نیز هم نزدیکتر می شود، روندی که ظاهرا سرنوشت کشور به آن گری خورده است. اما موزلی که سر راه این روند بستر نگرانی گسترده است، بیشتر از هر زمان دیگر چالش هایی را به این روند همراه خواهد ساخت. نبود امنیت و بودجه لازم برای پیشبرد این روند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی هم به همین نگرانی ها می پردازد. می گوید هزینه که برای این کمیسیون از نهادهای خارجی در نظر گرفته شده است اندک است و نگران کننده. هزینه ای که مد نظر هست کفایت نمی کنه که در این قسمت هم ما در حال مذاکره هستیم. تشویش های خود تا حدی به ملل متحد و مؤسسات دونر ابلاغ کردیم. امیدوار هستیم که تشویش هم رفع شد. در این میان رسانه های غربی از نگرانی های پرده بر می دارند. این رسانه ها از زبان مقام های این کمیسیون نوشته است که تا اکنون نهادهای خارجی بجز از چند تجهیزات کوچک و اندک در اختیار این کمیسیون چیز بیش قرار نداده است. تا هنوز را همراه یونما و مؤسسات بین المللی که به پروسه انتخابات و مخصوصا با کمیسیون شکایت انتخاباتی همکاری میکنه کدام مشکلی نداشتیم و نداریم. از آغاز به کار کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی با توجه به این که این کمیسیون در واحد بودجوی سال 1392 کشور کدام کدی به این منظور اختصاص داده نشده بود، ما با کمک هایی که این مؤسسات به این کمیسیون کردن کار خود پیش بردیم. با این همه در حالی که نزدیک به یک هفته از آغاز پیکارهای انتخاباتی می گذرد، اما تا اکنون دفترهای کمیسیون شکایت های انتخاباتی در ولایت ها آغاز به کار نکردند، کاری که می تواند بر روند ثبت شکایت ها در این ولایت ها تأثیرات سو به جا بگذارد. یک عضو ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی شام امروز در ولایت هرات هدف تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و زخمی شد. پرویز بشرمل مسئول ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی با تلویزیونی یک میگوید ارباب قاسم جمشیدی قرار بود به حیث مسئول این ستاد در ولسوالی کروخ این ولایت کار کند. همچنان محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی ولایت هرات میگوید این فرد در این بیمارستان انتقال یافته و زیر مداوا قرار دارد. اسوی هم عبدالحمید حمیدی آمر امنیت فرماندهی پلیس هرات میگوید کشیدگی های قومی پشت این حمله قرار دارد. این در حالی است که نزدیک به 10 روز پیش دو تن از فعالان ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در هرات هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت و کشته شدند. رئیس جمهور کرزی از نامزدان ریاست جمهوری خواست است که در جریان کارزارهای انتخاباتیشان به موضوعات قومی نپردازند.
آقای کرزی همچنان اشتراک مردم در کارزارهای انتخاباتی را تقویت مردم سالاری در کشور دانسته، از مردم خواسته است که در انتخابات شرکت کنند و به فرد مورد نظر خود رای دهند. این در حالی است که هنوز در بسیار از ولایت‌های کشور نامزدان به پیکارهای انتخاباتیشان نپرداختند. نزدیک به یک هفته از آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری گذشته است. رئیس جمهور کرزی هم اکنون در یک بیانیه رادیویی با ابراز خرسندی از آغاز این مبارزات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهد تا برنامه‌هایشان را به گونه‌ای راه اندازی کنند که سبب تشویق بیشتر رای دهندگان برای رای دهی در روز انتخابات شود. مشتول هوادوال بدی متبعینیو چې تاسو به داسې کمپین وکړي چې په هغه کې د افغانستان ملي وحدت لا پیاوړی سي، خوشحالي مو لا زیاته سي، او خلک د انتخاباتو په ورځ و رایو ورکولو ته لا تشویق سي. اما آغاز کارزارهای انتخاباتی با برفباری های سنگین در شماری ولایت ها همراه بوده است، چالشی که گفته می شود به اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فرصت آمادگی پیکارهای انتخاباتی را در برخی ولایت ها نداده است. شرایط نامساعد جوی هرات، بالخاصه در هرات، برای همه ما در مجموع فرصت نمیده و دسترسی نمیده که ما به کمپاین های وسیع تر دست بزنیم. به خاطر عدم مساعدت اقلیم و حوضای جوی و این برفباری های بسیار سنگینه که در این واقع در ولایت بلخ و سایر ولایت رخ داده، ما واقعا نتوانستیم اونطور که لازم بود کمپاین آغاز بکنیم. مشکلی بسیار کمی که ما داریم نسبت باریدن برف و راه مواصلاتی که با ولسوالی ها داریم کمک کندید همین کار ما آمده. در کابل کارزارهای انتخاباتی آغاز خوب داشت. بسیاری از نامزدان تا اکنون به تشریح برنامه هایشان پرداختند، اما باشنده های ولایت های کشور نیز انتظار دارند که این روند در ولایت های کشور نیز آغاز شود. در ولایت تخار حضور کمپاین کاندیدا بسیار کم رنگ است. از کاندیدای ریاست جمهوری می خواهیم که از شورای ولایتی که کمپاین خود در شهر مزار شریف را بیاندازند. په هلمند کې زما په نظر د انتخابات او جام جوش چې ډیر چټ دی او په دې برخه کې زیات پرمختګ نه تر سره کیږي. د کمپاینونو په برخه کې یو لامل دا و موسمی تغییر دی چې په هلمند ولایت کې د څو ورځې پرله پسې واوره ووري. پیکارهای انتخاباتی نامزدان قرار است دو ماه ادامه یابد، اما سردی هوا و بسته بودن راه های مواصلاتی در شماری از ولسوالی ها ممکن است این روند را با مشکل روبرو کند. مقام های ولایت کاپیسا در تلاشند تا زمان برگزاری انتخابات امنیت 24 مرکز رایدهی زیر تهدید را در این ولایت تأمین کنند. این مراکز در ولسوالی های علسای، تگاب و نجراب واقع هستند. در این حال والی پروان میگوید که از 18 مرکز رایدهی زیر تهدید در این ولایت 16 مرکز آن در دره غوربند قرار دارد، بخشی که به باور آقای سالنگی تنها با 1000 نظامی تازه نفس ارتش و پلیس میشود ثبات را در آنجا پیاده ساخت. کاپیسا و پروان دو ولایت نزدیک به پایتخت هنوزم از آنچه که تهدیدهای امنیتی در بخشای از آنها گفته میشود به دور نیستند. چنان که در اینجا در کاپیسا از 107 مرکز رایدهی تنها اوضای امنیتی در 71 مرکز آن عادی، 24 مرکز با تهدید بلند و نیز 12 مرکز دیگر با وضع امنیتی مناسب شناسایی گردیده است. در حالی که مقام های کاپیسا می گویند که در تلاشند تا از هر راه ممکن در گشایش این مراکز تا زمان برگزاری انتخابات اقدام کنند. امروز شما می بینید که نه نیروهای خارجی به ولایت کاپیسا هست، تمام جوانان رشید مسلمان، چی اردوی ملی است، چی پلیس است و چی امنیت ملی هست، به خاطر تامین امنیت کمر قیمت بسته کردند تا آخرین رمق حیات در مقابل خائنین وطن فروش مبارزه خود کردند. ما معتقد به ایستیم که جنگ راه حل نیست و ما بتانیم که از طریق پروسه صلح دی مشکلات هایی که داریم مشکلات ها را مرفوع بسازیم. با این حال باشندگان کاپیسا از آمادگی کاملشان برای شرکت در انتخابات سخن میگویند، هرچند امنیت به عنوان نگرانی در ازانشان برجاست. امنیت ولایت کاپیسا فعلا خوب است. ما بدون امنیت نمیتونیم در انتخابات شرکت کنیم. یک انتخابات بسیار شفاف، یک انتخابات خوب، هم از زن، مرد، پیر، جوان. در ولایت همجوار کاپیسا، پروان نیز چنین نگرانی ها را میتوان سراخ داشت. در اینجا ناخشنودی شماره از باشندگان پروان از نظام کنونی هم با شکایت از چالش های امنیتی یک جا شده است.
ادام یک که در فلان راجم قرن فجار کرد، در قرآن شریف مینمون این تو کرد، در مسجد اون در پل خشتی و جای چیز طرف پل چرخی اون در مدرسه نمون طالبای درس خیلی که میکنن. ای از کدام دستیسه هست؟ شروعی جلوگیری نمیشد؟ عدالت نیست، خودسان نیست، باغساز نیست. در رای غوربند از نامنترین بخشای پروان به شمار میرود، جایی که به باور مقام های این ولایت تنها با حضور نظامیان تازه نفس میشود و تامین امنیتان پرداخت. در این صاحب بجز گزینه عملیات دیگه گزینه نیست و یا خود مردم، قیام خود مردم در مقابل طالبها که طالبها را از صاحب بکشند و مردم آماده انتخابات شود. از 165 مرکز رای دهی که برای ولایت پروان در نظر گرفته شده است، 16 مرکز در دره خوربند و 2 مرکز هم در کوه صافی زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارند. در حال حاضر نزدیک به 1500 نظامی افغان در پروان مسئولیت عملی ساختن برنامه امنیتی انتخابات را در این ولایت به دوش دارند. پس از این برای حضور سربازان آمریکایی در افغانستان باید کانگرس آمریکا رأی بدهد. گروهی از سناتوران آمریکایی در قطعنامه از براک اوباما خواستند تا به ماموریت‌های نظامی آمریکا در افغانستان پایان دهد. در قطعنامه آنها گفته شده که رئیس جمهور کرزی برای واشنگتن شریک خوب نیست و حضور آمریکا در افغانستان تا کنون بی‌نتیجه مانده است. یک بار دیگر پیشنهاد پایان ماموریت‌های آمریکا در افغانستان، این بار گروهی از سناتوران آمریکایی. این گروه از باراک اوباما خواستند که به ماموریت‌های این کشور در افغانستان پایان دهد. در قطعنامه آنان گفته شده که اگر تمایل به انجام ماموریت پس از سال 2014 در افغانستان وجود دارد، باید کنگرس آن را تایید کند. ما قطعنامه دویزبی را به معرفی می‌گیریم که بر بنیاد آن برای حضور از سرباز هوایی، زمینی و دریایی آمریکا در افغانستان پس از سال 2014 باید کنگرس رأی بدهد. اوباما اعلام کرده است که به جنگ افغانستان تا پایان امسال میلادی خاتمه می دهد. جنگی که ظاهراً تیم باراک اوباما آن را موفق می داند. اما سناتوران تصویر دیگر از این جنگ دارند. با باور آنها نه پول و نه هم حضور نظامی هیچ یک هیچ چیز را در افغانستان تغییر نداده است. در قطعنامه آمده است که باید امریکا را بسازیم نه افغانستان را. کرزی متحد واشنگتن نبوده است. اگر حضور نظامی و پول چیز را در دنیا تغییر می داد، پس تا حال تغییر می کرد. ما کامیاب نبوده ایم. در افغانستان واشنگتن مسئول ناکامی جنگ دانسته می شود. اما در واشنگتن پنتاگون و کاخ سفید، این سناتور جمهوری خواه تصمیم گیری در این باره را حق مردم امریکا می داند. این قطعنامه در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان جانبداری نمی کند و نه هم آمریکا را از حمله بر القاعده منع می کند. این قطعنامه بیانگر آن است که پس از یک دهه جنگ، کنگرس و به ویژه مردم آمریکا حق دارند آواز خود را بلند کنند. تصمیم قربانی خون سربازان آمریکایی و دارایی های این کشور نباید تنها از سوی کاخ سفید و پنتاگون گرفته شود. به نظر می رسد سیاست های واکنشی کابل واشنگتن بر سر امضای موافقتنامه امنیتی با گذشت هر روز بر نگرانی ها هم در افغانستان و هم در امریکا می افزاید. اما تصمیم هنوز روشن نیست که چه خواهد شد. قرار گرفتن افغانستان در کنار یک شریک راهبردی و عراق دیگر در کنار ایران. در همین حال امضا شدن و یا هم امضا نشدن موافقتنامه امنیتی اثری بر نیروهای امنیتی افغانستان نخواهد گذاشت. یک فرمانده ارشد ارتش ملی میگوید که اگر کمک های جامعه جهانی هم وجود نداشته باشد، نیروهای بومی به تنهایی توان دفاع از افغانستان را دارند. همزمان با این نظامیان خارجی تاکید میورزند که اگر کمک های جامعه جهانی با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داشته باشد، آخرین جنگ های طالبان با این نیروها خواهد بود. همه چیز در کشور ما با موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن گره خورده است. از مسائل مهم سیاسی، اقتصادی تا نظامی. در بیرون از افغانستان از پیامدهای ناگوار امضا نشدن این سند بر نظامیان کشور هشدار داده می شود. اما در اینجا در کابل دید به گونه دیگر است. توافقنامه امنیتی یک پروسه سیاسی است. ما با او هیچ نوع مداخله‌ای نداریم. ما یک مسئله امنیتی یک بسیار سری ما زیاد تاثیر نمیکنه. به خاطر از اینکه ما تعهد کردیم و ما مکلف هستیم که از وطن خود از سرزمین خود دفاع بکنیم. امضای توافقنامه و عدم امضای توافقنامه بالای ما تاثیر مستقیم نداره و ما این توانمندی و ظرفیت داریم که به تنهایی از افغانستان حمایت بکنیم. زمان خیلی زود در گذر است و فرصت ها هم اندک.
اما تعهدات بیشتر، تعهدات برای تجهیز نیروهای مسلح افغانستان. دیگر همین نیروها هستند که با همه چالش‌هایی که دارند به تنهایی به میدان نبرد می‌روند و از کشور دفاع می‌کنند. نظامیان خارجی هم تا پایان سال روان میلادی از افغانستان بیرون می‌شوند و همه خوب و بد این کشور به نیروهای مسلح افغانستان واگذار می‌شود. پیش بینی ها هم این هستند که سال روان میلادی سال دشواری برای نظامیان افغانستان خواهد بود، زیرا جنگ در این سال شدت خواهد گرفت. اگر جامعه جهانی به کمک‌هایش به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه بدهد، و باور شخصی من آخرین پیکار این نیروها با طالبان خواهد بود. زیرا آنان خواهند دانست که نیروهای امنیتی افغانستان ناتوان نه، بل نیرومند هستند. پس جنگ پایان خواهد یافت، اما پیش بینی در این مورد بسیار دشوار است. با این همه هنوز هم توانایی‌های نظامیان بومی در برابر طالبان و در میدان‌های نبرد وابسته به ادامه کمک های جامعه جهانی با این نیروها دانسته می شود. اما اکنون هم نزدیک به کل عملیات های نظامی را در کشور نیروهای مسلح افغانستان به تنهایی به پیش می برند و مسئولیت پذیری هایشان هم بیشتر می شود. رئیس جمهور کرزی به هدف اشتراک در مراسم گشایش بازی های المپیک زمستانی به روسیه سفر کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی بنابر دعوت رسمی از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بامداد امروز در رأس هیئت بلند رتبه آزمش شهر سوچی روسیه شد. رئیس جمهور کرزی افزون بر اشتراک در مراسم گشایش بازی های المپیک زمستانی قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کند. این مراسم ساعتی پیش در شهر سوچی با حضور مقامات بلندپایه شماره از کشورهای جهان گشایش یافت. تا دو هفته دیگر قرارداد پروژه برق کاسا 1000 امضا می شود. بر بنیاد این پروژه انتظار می رود 1300 مگاوات برق از قرغزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال یابد. مسئولان شرکت برشنا می گویند که با انتقال این لاین سالانه 60 تا 70 میلیون دلار به خزانه دولت افغانستان ریخته خواهد شد. پس از انتقال لوله گاز ترکمنستان این دومین پروژه درآمدزا در کشور خواهد بود. دو کشور آسیای میانه با آسیای جنوبی برق مفروشد. افغانستان از رهگذر ترانزیت این لاین ها تا 70 میلیون دلار پول به دست می آورد و هم 300 مگاوات برق. حتی می تواند این برق را دوباره به پاکستان بفروشد. مسئولان شرکت برشنا می گویند که بانک جهانی در این پروژه 300 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند و به سودی قراردادان امضا خواهد شد. عوایدی که از این پروژه ما تخمین می کنیم سالانه حدوداً شاید بین 60 تا 70 میلیون دلار از ناحیه ترانزیت و یک مقداری که از سرمایه گذاری دوباره ریترن اون مثلا سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری که شده به ترتیب شده که یک مقدار از اون میاد بر افغانستان. از لحاظ سیاسی به باور آگاهان اقتصاد این پروژه در تامین امنیت منطقه نیز نقش اساسی دارد و انتظار می رود تا سال 2017 میلادی پروژه کاسای 1000 به بهره برداری برسد. این یکی از پروژه‌های خوب است که بانک جهانی هم در خطیر بانک جهانی و بانک انکشاف اسلامی بسیار تشویقش میکنه این پروژه را و نوع عایدآور است برای افغانستان. ولی ای کاش ما میتونستیم که عوض اینکه برق تاجیکستان انتقال بدیم برای پاکستان از آبای خود استفاده میکردیم و در خط روان میکردیم این را به صادرات میرساندیمش. 570 کیلومتر لاین برق پروژه کاسا 1000 از افغانستان عبور میکند. کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا نیز علاقمند به عملی شدن این پروژه است، چنانچه چند پیش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 15 میلیون دلار را برای پروژه کاسای 1000 اختصاص داد. شاهراه سالنگ پس از تلاش‌های زیاد کارکنان حفظ و مراقبت سالنگ‌ها برای ترافیک باز شد. رئیس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها به تلویزیون یک میگوید کار پاکسازی این شاهراه را از شب گذشته آغاز و پس از چاشت امروز این شاهراه بر روی ترافیک باز شد. و افزود از روز گذشته بدین سو 15 برف کوچ سرازیر شده و به کسی آسیبی نرسیده است. برای فعلا شورای ترافیک بود است، اما مردم به این گرد اوقاتر چیم نکنند، اکتفام نکنند بخاطر اینکه شورای سالنگ در آرازی کوی ایزار شده و مشکلات خود اپن داره، آدسه اپن داره و بنان رهنمای مرزفین چیدی در نظر بگیرن مقررات را اعد بکن و با زنجیر و مسائل تجهیزات زمستانی مجهز و منبس میتونن در مسیر داخل شوند. اگر کنون مشکل پیش میاد برشان در محلات نجاتی که ما داریم میتونن در اونجا مراجع بکن مشکلشان
طالبان میگویند که آنان یک اسیر وابسته به نظامیان آمریکایی را در اختیار دارند. آنان با پخش ویدیویی تاکید می‌ورزند که این اسیر برای نظامیان آمریکایی بسیار با اهمیت است. از همین رو طالبان این رویداد را برای خودشان دستاورد بسیار مهم می‌دانند. رویداد یکونیم ما پیش رخ داده، اما طالبان اکنون این ویدیو را پخش کرده. این جنگ افزار هاییست که طالبان ادعا دارند آن را در این درگیری به وارد شدن تلفات بر نظامیان امریکایی و زخم برداشتن چهار جنگجوی خودشان انجامیده به دست آوردند. و اما آن اسیری که به دست این جنگجویان افتاده و درجه نظامی دارد کجاست؟ بله، این سگ همان اسیر است که طالبان از آن سخن میگویند. یکی از سگای ردیاب که در این رویداد به دام طالبان افتاده است. افراد طالبان در این ویدیو به ابزارهایی که به این سگ بسته شده بود اشاره میکنند و تاکید میورزند که این سگ برای نظامیان امریکایی بسیار با اهمیت است. نظامیان خارجی که بیشتر از این سگا برای ردیابی بمب‌های کنار جاده کار می‌گیرند، تا اکنون در این باره ابراز نظر رسمی نداشتند. اما به دنبال پخش این ویدیو، یکی از مربیان سگای ردیاب که بیشتر با این نیرو همکاری داشت، تاکید می‌ورزد که این سگ بلژیمی است و در حال حاضر خود را امن حس نمی‌کند. شما گوشهایش را میبینید، آنها پایین هستند و این نشان میدهد که این سگ آماده ی حمله و پرخاش نیست، بل میخواهد امن باشد. در حال حاضر سگ وحشت زده است. من در چشمهایش میبینم که او تنها نگهبان خود را میخواهد. مرگ دادی به مرتدینو، مرگ دادی به مرتدینو، مرگ دادی به جاسوسانو. با این حال طالبان این رویداد را برایشان دستاورد بزرگ میدانند و نیز از خوب بودن وضعیت این سگ اطمینان میدهند. و حقایق جالبی درباره لیونیل میسی و کریستیانو رونالدو اسطوره جهان فوتبال وجود دارند. شاید برخی از هواداران این ستاره ها از این حقایق باخبر باشند یا شاید هم نه. در این گزارش کوتاه شماری از جالبترین نقطه ها را درباره این دو ابرستاره پرتغالی و ارجنتینی را گرد آورده ایم که به این توجه نمایید. این عجوبه های جهان فوتبال همیشه در سرخط رسانه های جهان بوده است. این هم حقایقی که شاید برخی از شما تا حالا درباره این ستاره ها نمی دانستید. لیونل اندرس میسی نخستین بازیکن است که سه کفش طلایی اروپایی را در تاریخ فوتبال جهان در کارنامه اش ثبت کرده. اگر به هر علت باشگاه بارسلونا بخواهد میسی را به تیم دیگر بفروشد، باید برای این کار 250 میلیون یورو یا بیش از 330 میلیون دلار به وی بپردازد. میسی همچنان نخستین آرژانتینی است که لقب بازیکن سال فیفا را از آن خود کرده است. حتی دیگو مارادونا، ستاره افسانه جهان فوتبال، چون این لقبی را به دست نیاورده بود. میسی نخستین بازیکن است که در تاریخ جهان فوتبال 4 توپ طلایی را به خانه برده است. و حالا کریستیانو رونالدو. نام رونالدو برگرفته از رئیس جمهور دلخواه پدرش رونالد ریگان از رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا گرفته شده. نام مکمل این بازیکن کریستیانو رونالدو دو سانتوس ویرو است. کریستیانو رونالدو پول درمان یک پسر 9 ساله را که به بیماری سرطان دچار بود از هزینه شخصیش پرداخته است. خالکوبی در جهان غرب یک کار معمولی است. همچنان بسیاری از بازیکنان خالکوبی های عجیب غریب در بدنشان دارند. اما کریستیانو رونالدو هیچ خالکوبی ندارد، چون به گونه منظم به نیازمندان خون می دهد. و در شهر فونچال پرتغال، زادگاه کریستیانو رونالدو یک موزیم به نامش ساخته شده که در آن افتخارات و شماری از کمیابترین عکس‌های این ابرستاره جهان فوتبال نگهداری می شود. و حالا نگاهی به چند رویداد خبری از جهان. ایران برنامه غنی‌سازی یورانیوم خود را متوقف نخواهد کرد. معاون وزارت خارجه ایران و یکی از گفتگو کننده های ارشد این کشور در گفتگوهای هسته‌ای با بیان این مطلب گفته است که ایران در پی دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای نیست. عباس عراقچی نگرانی کشورها را در مورد فعالیت های هسته‌ای ایران بی‌بنیاد خواند.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و یکی از گفتگو کننده های ارشد اتمی این کشور در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی چین متوقف سازی کامل فعالیت های هسته ای کشورش را رد کرد. عراقچی گفته است که کشورش حاضر است در مورد فعالیت های هسته ای ایران با کشورهای پنج با اضافه یک گفتگو کند، اما این گفتگوها تنها در مورد تحریم ها خواهد بود، نه متوقف سازی فعالیت های هسته ای ایران. بر بنیاد توافقنامه ژنو ما در مورد مسائل نهایی توافق کردیم. یکی از آن مسائل ادامه برنامه غنی‌سازی ایران بود، اما با محدودیت های اندک، و این محدودیت ها محور گفتگو هاست. ما حاضر به گفتگو هستیم. عراقچی در این گفتگو تاکید کرد که ایران بر ضد جنگ افزار هسته ای است و در پی دستیابی به این جنگ افزار نمی باشد. و گفته این مقام ایرانی نگرانی کشورها در مورد فعالیت های هسته ای ایران بی بنیاد است. برنامه اتمی ایران هم پیش خواهد رفت. در منطقه ایران همیشه خواهان کشورهای بدون جنگ افزار هسته ای بوده است. ما هم در مورد جنگ افزار هسته ای نگرانی داریم. ما خلاف این جنگ افزار هستیم. اگر این چنین نگرانی در مورد ایران وجود دارد، ما آن را برطرف خواهیم کرد. این در حالی است که کشورهای پنج به اضافه یک با ایران در مورد ادامه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور گفتگوهای را انجام دادند. در نخستین دور گفتگوها هر دو جانب برای 6 ماه به توافق رسیدند. توافقی که بر بنیاد آن ایران حاضر شد در برابر لغو شماری از تحریم‌های کشورهای غربی فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند. از اثر موجی از انفجارها در بغداد روز گذشته دست کم 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی عراق گفتند که روز گذشته 5 انفجار در نقاط مختلف شهر بغداد رخ داد. بر بنیاد گزارش تازه سازمان ملل متحد، از اثر خشونت ها در عراق در ماه گذشته میلادی دست کم 1000 نفر کشته شدند. حکومت سوریه اظهارات غرب را مبنی بر تأخیر این کشور در از بین بردن جنگ افزارهای شیمیایی به بنیاد گفت. فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفته است که کشورش تلاش دارد تا جنگ افزارهای شیمیایی خود را در زمان تعیین شده نابود کند. مقداد علت تأخیرها را حمله مخالفان حکومت سوریه بر کاروانهای حامل جنگ افزارهای شیمیایی گفت. او در همین حال از آمریکا به خاطر پشتیبانی از مخالفان سوریه انتقاد کرد. و پارلمان ترکیه برنامه دولت این کشور را برای بستن برخی سایت های اینترنتی تصویب کرد. بر اساس این طرح، دولت ترکیه می تواند دسترسی به اطلاعات سایت هایی را که توهین آمیز و ناقض حریم خصوصی می داند بدون اخذ اجازه از دادگاه قطع کند. این در حالی است که منتقدان دولت ترکیه تصویب این قانون را مانع برای آزادی بیان در این کشور می دانند. And goes after anything the government deems discriminatory. از همراهیتان با 30 دقیقه خبر سپاسگزاریم.